جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه صحبت‌های در رابطه با اعتراضات گسترده در ایران و سرکوب خشونت‌بار این معترضان انجام داد. آقای بایدن میگه به شدت نگران گزارش‌هایی هست که شنیده از سرکوب خشونت‌بار مردم به ویژه زنان و دانشجویان که رخ داده. او همچنین میگه که این افراد تنها کسانی هستند که به دنبال احقاق حقوق خودشون هستند، به دنبال برابری و آزادی هستند. و در ادامه میگه که جمهوری اسلامی ایران برای دهه‌ها آزادی‌های اساسی رو از مردم خودش دریغ کرده و نسل در پی نسل با ارعاب، با سرکوب و با قلدری و خشونت امیدها و آرزوهای مردم ایران رو سرکوب کرده. اون میگه دولت آمریکا در کنار مردم ایران و زنان ایرانی میسته، کسانی که این روزها شجاعتشون برای تمامی جهان الهام بخش بوده. و در ادامه آقای بایدن از وضع تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران میگه قرار هستش که تحریم‌های وضع بکنیم تا بهای سرکوب مردم برای جمهوری اسلامی ایران افزایش پیدا بکنه. آمران و عاملان اتفاقات اخیر، سرکوب‌های خشونت‌بار اخیر رو آمریکا تنبیه خواهد کرد و در نهایت به اشاره می‌کنه که آمریکا حامی حق تجمع مسالمت آمیز هست و از این حق مردم ایران حمایت میکنه. صبح دوشنبه هم وزارت امور خارجه آمریکا و سخنگوی کاخ سفید در صحبت‌های به وقایع روز یک شنبه دانشگاه شریف واکنش نشون دادند. امور خارجه آمریکا میگه که این وقایع رو دیده، مشمئز کننده است. سرکوب گسترده ای که صورت گرفته علیه دانشجویان، و این دانشجویان تنها جوانانی هستند که به دنبال اینند بدونند چرا مهسا امینی کشته شده و چرا جمهوری اسلامی ایران با زنان و دختران چنین رفتاری میکنه. سخنگوی کاخ سفید هم گفته وقایع نظیر این مشوق جوانان ایرانی است که به دنبال عزت نفس و فرصت بیشتر بخوان ایران رو ترک بکنن. سمیرا قرعه‌ای، واشنگتن.